تقدیم بهترین ها برای شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه با 25مین برنامه از سلسله برنامه های مربوط به تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب در خدمت شما هستم. برنامه پیشین به این بحث اختصاص داشت که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران در مناظره های انتخاباتی می آمد و از فرامین علی ابن ابی طالب سخن می گفت. گزاره های را از نهج البلاغه می خواند یا از قول علی نقل می کرد و در واقع راه او این بود که سعی کنه با فرامین علی جامعه پرمشکل امروز ایران رو به سرمنزل مقصودش برسون. و ما عرض کردیم که این افراد در درون یک فضای دینی و فضای فکری به دنبال این هستند که افکار مخاطبین خودشون رو تحت پوشش قرار بدن. عمده مسئله بر سر اینه که وقتی ما به تحلیل زندگانی علی میپردازیم، قصد و مقصود ما فقط این نیست که نگاه بکنیم یک انسانی 1400 سال قبل چه کرد، نحوه زندگی او چه بوده، نحوه اداره حکومت او چه بوده. مقصود ما اینه که اگر امروز کسی در تلویزیون، در روزنامه، در کتابی همان ویژگی ها رو، همان نوع رفتار رو به عنوان الگو معرفی میکنه بشناسیم و بدانیم که این الگو خطاست، این الگو نادرسته، این تعریفی که از این شخص ارائه میشه برای اینکه هم مشروعیت به بار بیاره چه در بعد حکومت و چه در بعد احکام و بعد فضای جامعه رو به سمتی ببره که ما رو مطاع بکنه در برابر اوامر علی ابن ابی طالب، ما بتوانیم اونها رو تشخیص بدیم. آیا میتوان مطیع هر تفکری شد، هر هنجاری شد؟ آیا وقتی کسی میگه میخوام جامعه علوی بسازم، آیا جامعه علوی ویژگی‌هایی داره که ما امروز به دنبالشیم؟ اگر کسی امروز در فضای سیاسی، در مناظره های انتخاباتی سخن از علی میکنه یا فرامین او، آیا فرامین او میتونه ما رو به جایی برسونه که امروز اون رو مشکل میدانیم و میخوایم ازش گذر کنیم؟ خب تکلیف روحانیت مشخصه. روحانیت متولی علی حسینه، یعنی کسی است که به شکل سنتی در جایی نشسته که معتقده من به عنوان نائب عام این افراد، اونها از علی و حسین ارتزاق میکنن، مشروعیت گرفتن، محبوبیت گرفتن، اونها رو به عنوان نمایندگان دین میشناسن. طبیعیه که اونها این دام رو رها نکنن، از این خرافات دست نکشن، چون منفعتشون در این. اما یک انسان اندیشمند چطور؟ آیا علی شریعتی به عنوان یک انسان اندیشمند که رفته در اروپا هم درس خوانده، آیا او هم از علی و حسین ارتزاق میکنه؟ یا اینکه نه، او هم در دام خرافاتی افتاده، او هم در دامی افتاده که فکر میکنه میشه یک قرائت دیگری از علی و حسین داد و ما دیدیم عواقبش چه شد. جایی که از حسین انقلابی میسازه، از ابوذر سوسیالیست میسازه، از عمار و فاطمه و دیگران همینطور. و در نهایت یک جامعه ای که دانشجوی اون، دانشگاه اون باید بره به سمت علم، به سمت دانش، هنوز با فضای دینی خودش رو مقایسه میکنه، میسنجه، نسبت سنجی میکنه. و تمام این انسان‌هایی که در درون حسین جدید، حسن جدید، علی جدید پرورش پیدا کردن،
به کیسه روح الله خمینی. مگه ما نداشتیم در درون دادگاه ها، فکر کنم آقای گل سرخی بود اگه اشتباه نکنم، قیام خودش رو با حسین میسنجید که حسین اول کسی است که چنین کرده چنان کرد. خب حماقت از این بالاتر که یک بنیادگرایی مثل حسین ابن علی رو ما به عنوان مبدع تحول اجتماعی در نظر بگیریم. همین وضعیت اسفناک رو مگه مجاهدین خلق ندارن؟ شما به نگاه بکنید الگوهاشون کیا هستن. وقتی میخواستن جوانان اون سرزمین رو که حالا فریب خوردن در درون این فرقه افتادن، در اون عملیات فروغ جاویدانشون بفرستن، اون سخنرانی مسعود رجبی هست با تأسی از حسین ابن علی نمیدونم سرور آزادگان. خب اون جوانی هم که اون پایین نشسته شستشوی مغزی شده طبیعت اون دام میفته. با این نام ها مشروعیت گرفتن، با این نام ها آدم کشتن، با این نام ها جوانان رو روی مین فرستادن، با این نام ها قوانین جامعه رو بر مردمی بار کردن که نخواستن. شناسایی این افراد برای این موضوع است که اگر من امروز جلوی تلویزیون می نشینم، یک آخوندی، یک به ظاهر جامعه شناسی، یک رئیس حزبی وقتی صحبت از علی و حسین میکنه، من فریب نخورم. یه چپی، یه راستی، یه بالایی، یه پایینی وقتی صحبت از علی ابن ابی طالب میکنه، من فریب نخورم. هنوز علی کارایی داره که افرادی مثل پزشکیان نام ها میان جلو تلویزیون صحبت میکنه. درسته خیلی ها عبور کردن از اونها به واسطه روشنگری هایی که در این 10-20 سال اخیر شده، اما هنوز هم هستن عده‌ای که دل در گروه شخصیت هایی دارن که هیچ مناسبتی با ارزش های امروز نداره، نه زندگیشون، نه حرفاشون، نه رفتارشون هیچ مناسبت و سنخیتی با امروز نداشته، یا ایدئولوژی هایی که هیچ گونه نسبتی با امروز نداره. هدف از این برنامه ها این هاست. در کنار این سیاست مداران شما نگاه بکنید، فرقی هم نمی کنه در جامعه ایرانی ما باشه یا در جامعه غرب باشه، یک سیاست مدار پوپولیست برای اینکه اون خلق خوشش بیاد بسته به علایق مذهبی یا هر باوری که داره سعی میکنه مثل اونا رفتار بکنه. یکی انجیل دستش میگیره، یکی جلوی دیوار ندبه سرخم میکنه، یکی قرآن رو بلند میکنه، خودش رو نمایندگان اونها بدونه، بگه منم با شماها هستم، منم آیین شما رو قبول دارم. مگه کم بودن از این نخست وزیران زنی که در استرالیا و جاهای دیگه، در نیوزلند و شمال اروپا حجاب سر گذاشتن رفتن در جای، در حالی که این حجاب سند بردگی بانوان بوده، اما به اونها گفته این نوعی پوشش. و این سیاستمدار پوپولیست برای که 4 تا مفتی اسلامی خوششون بیاد میان اونها رو بر سر میذارن میگن در مسجد، یعنی میگن ما هم تن میدیم به این سند بردگی بانوان، این حجاب بانوان. منتها چون اطلاع نداره در دین اسلام گفتن این یه نوع پوششه. برای من طرف فکر کرده که خب یه لباسیه دیگه، محترمه، مثل لباس کردی، لوری، کت و شلوار، کراوات، این چیز هاست. این سیاست مدار پوپولیست در نهایت هر کاری بکنن اون فضای دینی سبب پیروزی روحانیت خواهد شد. منی که علاقه مذهبیم در اون برجسته شده، طبیعیه که چه بخوام یا نخوام تحت تاثیر اون ویژگی های روحانیون قرار خواهم گرفت. گفتمان روحانیت وقتی هژمون بشه دیگه جا برای صدای دیگران نیست. پس بسیار اهمیت داره که ما علی ابن ابی طالب به افکار رو بشناسیم، چون هنوز میبینید داره کار میکنه. خب ببینیم علی ابن ابی طالب، چون بحث حجاب رو مطرح کردم و امروز هم مسئله حجاب در درون جامعه ایران یکی از معضلات بزرگه، نگاهش نسبت به مسئله زن چیست؟ آیا آقای پزشکیان اینا رو خوانده برای شما؟
خودتون فرصت کردید بخونی. نامه شماره 31، علی داره به حسن نامه می نویسه. یک پدری که به پسر خودش داره نامه می نویسه. یعنی کاملا جنبه های خالصانه رو میتونید ببینید. پدر به فرزند خودش به دروغ سفارش نمی کنه. سعی می کنه آن چیزی رو که صادق می دونه به فرزند خودش بگه. ملاحظات سیاسی هم نداره. چون در ملأ عام نیست که بگه حالا یه عده اون گوشه هستن. مجبورم کلمات رو مبهم بگم یا اینطوری صحبت کنم. یک نامه ایست پدری به پسر خودش. از مشاوره با زنان بپرهیز که رأی آنها ناقص و تصمیماتشان سست است. خب یعنی نیمی از جامعه از فرایند تصمیم گیری بیرونه، حتی با شوهرانشون، چه برسه دیگه در امر سیاسی. و از طریق حجاب دیده آنها را از دیدن مردان باز دار. یعنی با یک پوشش کاری بکن که اینا اصلا مردا رو نبینن. زیرا تأکید بر حجاب آنها را سالمتر و پاکیزتر نگاه خواهد داشت. تأکید بر حجاب، یعنی هرچی شما پرده حائل و اون حجاب رو افزایش بدی، زن سالمتره. ادامه میده یکی از اون دیدگاه های علی رو. بیرون رفتن آنها بدتر از آن نیست که افراد غیر مطمئن را به آنها راه دهی. یعنی اگه زنت بیرون از خونه بره، بدتر از اینه که تو یه مردی رو بیاری خونه پیش زنت بذاری، چون بیرون پر مرداست. اگر بتوانی که آنها غیر از تو دیگری را نشناسند، چنین کن. یعنی میگه کاری کن که زنت به غیر از تو یا که شوهرشی هیچ کس رو نشناسه. میزان دهشتناکیش رو میبینید دوستان. حجاب کار آخونداست؟ آخونده زور ندارن که بگن زنها فقط تو خونه باید بمونن. اما علی داره میگه، میگه اگه دست من برسه و دست تو، باید این کارو بکنی. کاری کن که زنت به غیر از تو کسی رو نشناسه، یعنی اصلا بیرون نره. و به زن بیش از کارهای خودش را وامگذار. یعنی مسئولیت مردانه بهش نده، مسئولیت اجتماعی بهش نده، کار زنی که تو خونه بمونه. زیرا او ریحانه است، نه قهرمان و مسلط بر امور. اینجا ریحانه به معنی چیز خوبی نیست، به معنی یک چیز ضعیف. بعضی از بانوان ما متاسفانه خوشحال میشن، میگن ببینید گفته ما گلی. نه عزیز من، ریحانه من چیز ضعیف، چیز سست، نه قادر به دفاع کردن از خودشه، نه چیز دیگری. میگه نه قهرین، قهرمان نیستن، توانایی دفاع از خودشون ندارن، مسلط بر امور نیستن، زود فریب میخورن. به خاطر احترام او دیگری را احترام مکن. یعنی نگو این پدر همسرم، این برادر همسرم. چون به همسرت علاقه داری دلیل بر این نمیشه که اون رو هم دوست داشته باشی. احترامش را به حدی نگهدار که او را به این فکر نیندازد که برای دیگران شفاعت کند. و کارم در پاورقی صفحه 690 همین نامه اشاره میکنه. یک کلمه افنن داره، میگه به معنای نقصان کمبود فکر و خرد است. یعنی که علی میگه زن ناقص العقل در جای دیگه هم آمده، اینجا هم میگه، میگه بابا این زن عقل ندارن، خرد ندارن. در صفحه 693 کتاب پیام امیر المؤمنین جلد نهم آقای مکارم شیرازی آورده، نامه شماره 31. خب این دیدگاه علی ابن ابی طالب نسبت به بانوان است. تأکید بر حجاب، تأکید بر کمخردی و اینکه زنان رو نباید بیش از اندازه احترام کرد و
حرفای اونا به عنوان شفیع پذیر بود. اینا رو آقای پزشکیان خواند برای شما؟ نه. جامعه علوی چون این جامعه است. خب مشکل عمده در اینجاست که تکلیف افرادی مثل پزشکیان معلومه. اینا در درون یک دستگاه فکری زندگی میکنن و هدفشون هم اینه که در اون دستگاه فکری مقرب بشن، ارتقا پیدا کنن. خب باید به اون ایدئولوژی باور داشته باشن. اما مشکل در جایی است که ما وقتی این فضا رو میبینیم و متاسف میشیم، همین رو نزد افرادی میبینیم که این افراد داعیه پیشرفت و تمدن و تجدد دارن، اما دوچار خطا، دوچار اشتباه. یا از منظر پوپولیستی بخوای نگاه بکنی که بسیار فاجعه باره که اگر سیاست مداری یک حرف غلط و اشتباه رو فقط برای اینکه یه عده‌ای بهش معتقدن تایید کنه، اگر از منظر باور بهش نگاه بکنی، یعنی بگید آقا پوپولیست نیست، باورش هم اینه، اون وقت اوضاع به نحوی میشه که دچار یک تعارض خواهد بود. از یک طرف باورهای سنتی و غلط داره، از یک طرف علاقه به سمت پیشرفت داره. وچه سومش اینه که یه آدم عقلانی است. خب طبیعیه وقتی عقلانیت وجود داره دیگه باید بپذیری که این تعالیم دیگه کارایی ندارن، حداقل نامی از اونها نبریم. اگر یه عده‌ای هم ناراحت میشن اشکالی نداره، ولی نامی از اونها نبریم. امروز میخوایم به یکی دیگر از این شخصیت‌ها بپردازیم که امروزه با وارون نمایی تاریخی به نحوی سعی شده ایشون رو با یک نگاه دیگر برای مردم ما تعریف کنم. میخوام عرض کنم ریشه های این که روحانیت چگونه از این ویژگی ها استفاده میکنه و ما چگونه با غلط و اشتباه در اون دام میفتیم فقط از طریق روحانیت و مساجد و منبر نیست، گاهی از سوی اندیشمندانه، فیلسوفانه، گاهی از سوی سیاستمدارانه، شخصیت های اول مملکته. اونها هم نقش دارن در به دام افتادن مردم. خب من از کتاب شاهنشاهی و دینداری که آقای سید محمد باقر نجفی در گروه تحقیق سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در زمان رژیم گذشته اینا رو جمع آوری کرد و مجموعه سخنرانی های محمد رضا شاه پهلوی است. ما در جمهوری اسلامی هم داریم کتاب صحیفه نور یا صحیفه امام خمینی، 20 جلد بود که نامه های او، اجازه های او، سخنرانی های او، مصاحبه های او را هم جمع آوری کرد و اینا منابع خیلی خوبی است برای اینکه ما بدانیم این شخصیت ها در درون بطن مسائل سیاسی چگونه به این داستان ها نگاه میکرد. خب این کتاب 2 سال قبل از انقلاب تهیه شد از طریق رادیو تلویزیون ملی ایران که هستن عزیزانی هم الان حضور دارن در فضای رسانه‌ای که اون زمان هم بر مسند امور بودن و حالا امروز صحبت از این میکنن که آخوند چگونه قدرت گرفت، آخوند چگونه تونست فضا رو بگیره. خب مشکل از شماها بوده بزرگوار، جایی که این کتابا تهیه میشد برای که نشان بدید اعلیحضرت چقدر اسلام رو دوست داره. خب یک جوان متجدد میبینه خب اعلیحضرت هم که اسلام رو دوست داره، خمینی و دیگران هم که اسلام رو دوست دارن، پس حتما اسلام چیز خوبی است. اسلام هم با تمدن و تجدد موافقت داره. این گونه ما فریب میخوریم. اگر شما در فضایی قرار بگیرید که بدانید این اندیشه مناسب نیست، اون وقت نسبت به اون یه اندیشه دیگری رو جایگزین میکنید. خب ببینید فرازهایی از اون رو بخونیم. در جشن 28 مرداد سال 1333 پیام شاهنشاه: روز عید قدیر یکی از روزهای مسعود پیشرفت به سوی کمال است. اینا رو پزشکیان نمیخونه یا آیت الله هم نمیخونه. یه پادشاهی است، کتابی داره به سوی تمدن بزرگ. حالا میخوایم ببینیم تفکر این انسان چگونه است، این تعارضات رو میخوایم بررسی بکنیم.
روزی است که پیغمبر اکرم علی علیه السلام را برای ما رهبر زندگانی و سرمشق عدالت و فداکاری قرار میده. ما همه میدانیم که پیروی از پیشوای شیعیان یعنی ایمان به حقایق جاوید، عدالت و فداکاری و از خودگذشتگی. ببینید این تعابیر که علی رو سرمشق بدونید برای کارها هیچ گونه سنخیتی با اون وقایع تاریخی که ما خواندیم نداره، اما همون کلامی است که آخوند میگه، عدالت علی. تمام بحثای ما این بود که علی عدالت رو اجرا نمیکرد، اما این فضای دینی سبب میشه که در همون دامی بیفتیم که روحانیت داره برای ما هنجارسازی میکنه. از بیانات شاهنشاه در شرف یا در شرف شریف شرف یابی هیئت رئیسه مجلسین در سلام عید فطر: باید تمام مردم را به رعایت و تبعیت از کلیه اصول و احکام دین مبین اسلام وادار کرد. یعنی دقیقا همون حرفی که مراجع تقلید می‌زنه. خمینی سالهای 43 به بعد اینو میگفت، اعلیحضرت سال 35 داره میگه، یعنی 5 6 سال قبل از خمینی اعلیحضرت همون حرفا رو داره میزنه. میگه باید مردم رو وادار بکنید به اجرای احکام اسلامی، اصول اسلام، زیرا کسانی که به مملکت و حیثیت و شرافت ملی خود علاقه دارند همیشه احکام قرآن و دستورات پیامبر اسلام را نسب العین خود قرار داده و از اطاعت و انجام آن غفلت نمی‌ورزد. یعنی ایشون به صراحت ملی‌گرایی رو در اجرای تعالیم اسلامی می‌بینه. حالا شما امروز فضا رو نگاه بکنید، اونایی که خودشون ملی‌گرا میدونن شروع میکنن به اینکه آقا آخوندها اینطوری، آخوندها اونطوری، که بله واقعیتش هم ملی‌گرایی نسبتی نداره با اون امت‌گرایی آخوندها. امروزه این طفل اینو متوجه شده، اما اعلیحضرتش رو نگاه بکنید، میگه اصلا ملی گرایی یعنی همون تعالیم اسلام. البته از یک جنبه هم دین اسلام و شیعه بخشهایی از عناصر ملی رو ساخت. اون تو مشکل عمده در اینجاست که ما امروز به هیچ کدوم از اون ملی گرایی ها نیاز نداریم. ما امروز نیازمند ملی گرایی مدنی هستیم، چیزی که در مفهوم شهروندی مصداق داره. دیگه ملیگرایی نیست که تو مسلمانی احکام اسلام داری، نه خیر، یهودی باشی، زرتشتی باشی، مسیحی باشی، وقتی به منافع کشورت فکر میکنی، وقتی حقوق شهروندی رو رعایت میکنی، ملی هست. اصلا به این نیست که ما اجدادمون ایرانی بودن یا نبودن، نه خیر. امروز شما به ایالات متحده نگاه بکنی، آی فیروز نادری که زمانی آمد و در ناسا کار کرد، بهش میگن اجنبی؟ که چون بابات ایرانی بوده خودت ایرانی بودی؟ میگن نه، او شهروند منه، او کسیست که داره به جامعه من خدمت میکنه، از علمش از دانشش استفاده میکنم در ناسا. چقدر ما ایرانیانی رو داریم که در ایالات متحده یا کشورهای دیگر امروز دارن به اون جامعه خدمت میکنن. مگه مریم میرزاخانی ها در درون اون کشورها اجنبی محسوب میشدن؟ اگر مفهوم ملی گرایی کلاسیک که اتفاقا سبب نزاع بود و هنوز هم هست بر بکشیم، جامعه خوبی نخواهیم ساخت. یعنی ملی گرایی که به نژاد متکی، ملی گرایی که به مذهب متکی، ملی گرایی که به یک قوم متکی، اینا اسباب نزاست. چون من وقتی ملیگرایی در اسلام تعریف کنم، دیگه یهودی ملی نیست، مسیحی ملی نیست، یه بهایی رو ملی نمیدونم. اگر ملیگرایی رو در نژاد تعریف کنم، حالا نژاد اینا همه کلماتی است که خودش از بن اشتباه است، اما مثال عرض میکنم، اون وقتی غیر آریایی ها ملی نیستن، چیزی که آلمان گفتم.
اگر ملیگرایی رو در یک طبقه تعریف کنم، مثلا بگم کشاورزان، کارگران، روحانیون، اینا ملی هم، پس طبیعی بقیه رو حذف میکنه. فجایعی که در ایران اون زمان رخ داد و الان هم داره رخ میده بر سر اینه که ما یک تعریف دوگم عقب افتاده از ملی به دست دادیم، یه دم باور کردم، گفتم ملی یعنی کسی که به یه خانواده باور داره. یعنی اگر شما به خانواده سلیمانی باور داری، شما ملی هست. اگه یکی بگه نه آقا من یه سیستم دیگری رو دوست دارم، یه فکر دیگری دوست دارم، اون اجنبیه. بیایید درک کنی که مشکل جامعه ما حاصل همین افکار مسمومه. کشورهای مدرن رو نگاه بکنی. به یه پزشک ایرانی مدال میدن، مدال افتخار میدن. شما در فرانسه چند اندازه هنرمندان ما نشان شوالیه گرفتن، چند اندازه بزرگان این سرزمین رفتن اونجا تقدیر شدن، در آمریکا، در آلمان، در جاهای دیگه. کسی به اینا گفته که چون تو ایرانی هستی اجنبی هستی، ملی نیستی، برو بیرون. حالا مشکل دوستان اینه که خیلی هاشون تو این کشورها زندگی میکنن، یعنی از نظر فکری اصلا فضا رو درک نکردن. بعد میگن چرا ما دشمن همین؟ به دلیل که باورت دشمن سازه. تو ملیگرایی رو فقط در تبعیت از یه خانواده تعریف کردی. خب ما بقیه که این خانواده رو قبول ندارن دیگه غیر ملی هن، دیگه اجنبی هن. هر کی نگه پهلوی، اجنبی اجنبی. دیدی دیگه شعار هست. هر کی نگه ولایی، اجنبی اجنبی. سوال شعارهایی است که داده میشه. آقا رو قبول داری ولایی هستی، ایرانی هستی. اگه نیستی ساکتو جمع کن برو. ما سرمایه های فکریمون از کجا از دست دادیم؟ بیایم یه بار جلو آینه بشینیم فکر کنیم، به خودمون نگاه کنیم. فنار مغزها، بله. چرا رفتن؟ به خاطر اینکه شما گفتی شما از ما نیستی، برو بیرون. کشورهای دیگر ملیگرایی مدنی رو تبلیغ کردن. من دیدم یکی از این آقایون رو چپ ملی داریم یا نداریم، یعنی مزخرف‌تر از این حرف من نشیدم. چپ ملی دیگه چه چیزیه؟ ما ملیگرا هستیم. هر کی این پرچم رو دوست داره ملیگراست، هر کی این آقا رو دوست داره ملیگراست. عزیزان یه باز تعریف بدید از ملیگرایی. هنوز تو 400 سال قبل داری زندگی میکنی، هنوز رفتی دنبال اون صلح وستفالیا و اینها، اون ملیگرایی 400 سال پیش. امروز تو کشورهای دیگه نگاه میکنن یک پزشک متخصص میاد به جامعه من داره خدمت میکنه، مریض های سرزمین من رو درمان میکنه، دانشجویان من رو پرورش میده در دانشگاه. چه خدمتی از این بالاتر؟ ایرانیه؟ خب باش. یهودیه؟ باش. بهاییه؟ باش. سیاهه؟ باش. اما قانون من رو رعایت میکنه، در کشور من داره زندگی میکنه، به هم نوع خودش داره خدمت میکنه. من بهش میگم ملی. چه اندازه ایرانی یا غیر ایرانی در ارتش امریکا داره خدمت میکنه؟ چه اندازه سیاهان دارن در ارتش امریکا خدمت میکنن، کشته میشن؟ اونه کیان؟ اینا ملی نیستن؟ فقط اون سفیدهای چشمان رنگی موبلوند ملی هن؟ همین تعبیر در امریکا هم بود دوستان، اما عوض کردن، روششون رو عوض کردن، نگاهشون رو عوض کردن. برای ساختن ایران آینده یکم فکر کنیم، ببینیم کجا سیاست‌های ما داره تفرق اندازی میکنه. یه تعریف‌هایی میدن خودشون بلد نیستن یعنی چی هستن. امروز ناسیونالیسم بر روی مدنیت بنا شده، ناسیونالیسم مدنی. ما فردا در ایران آینده باید متخصصان کشورهای دیگر رو بیاریم. شما به دوران گذشته نگاه بکنید. هر یهودی پولدار رو، هر بهایی پولدار رو، هر کسی به جرم اینکه اون چون مذهبش اینه احتمالاً به یه اجنبی بسته، انبارش رو مصادره کردیم، کشتیمش.
یه باز تعریف بدیم ببینیم برای آینده ایران شعارهای پوپولیستی به خلق الله ندید، به مردم ندید، به افرادی که در درون جامعه هستن ندید. چون طرف الله رو قبول داره، من امروز چیزی بگم ملیگرایی یعنی اسلام، یکی دیگه چون یکی دیگر رو قبول داره بگم ملیگرایی یعنی اون. اینها فاجعه است. بعد بگیم چرا کشور ما به این روز افتاد. سبک زندگیمون رو باید تغییر بدیم، سبک فکرمون رو باید تغییر بدیم. اگر تونستیم به یه مخالف خودمون نگاه محترمانه داشته باشیم، اون وقت ملی هستیم. اگه جامعه کشوری که همه عقیده یه عقیده رو قبول دارن، اون ملیه، پیشرفته است. تو کره شمالی نگاه بکنید، عقاید دیگه وجود نداره. اون کشور پیشرفته است؟ نه. در تنوع و تکثره که انسان ها یاد میگیرن شیوه های جدید زندگی کردن رو، سبک های جدید زندگی کردن رو، به دنبال علوم جدید رفتن رو. آره این علوم فقط در ساینس نیست، در زمین های علوم انسانی و چیز دیگه هم هست. امر سیاست هم همینه. اگر نزاع میان جمهوری خواه ها و دموکرات ها یک نزاع ایدئولوژیک بشه، امریکا اصلا فرو خواهد بشه. در زمان جنگ، در زمان نزاع، در زمان تمام اینها با هم متحدن. اما وضعیت ما چطوره؟ ما در زمان جنگ با جمهوری اسلامی متحدیم؟ نه، چون یه عده سهمشون رو میخوان، یه عده گروه فرقه خودشون رو میخوان، یه عده گروه خودشون رو میخوان. هر کیم به این فضا نقد میکنه میگن آه اینم با اوناست، چون محور فرقه منه، محور گروه منه، محور حزب منه. خب ادامه بدیم بحث رو. از بیانات شاهنشاه در سلام عید سعید قدیر، 18 شهریور 1331. پیروی از احکام و فرامین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام کار آسانی نیست، ولی همینقدر که ما تلاش و کوشش نماییم که احکام این مرد بزرگ اسلامی را به کار بندیم. خب بزرگوار، احکام این مرد همینی بود که الان من یه نمونهش خوندم در مورد زنان. شما میخواه به کار ببندی؟ من نمیدونم اینا حاصل جهل بود، نادانی. ببین شما وقتی میگید مردم ما نادان بودن، خب مردم عادی به کنار، بله، رئیس مملکت وقتی این حرفا رو به کار میبره، همین ها تیتر روزنامه بوده، از تلویزیون ملی پخش میشده، از رادیوی ملی پخش میشده. نوشته یک حالا آدم روزنامه نگار ممکنه یک سطر کوچیکی یه گوشه از روزنامه باشه، اما فرامین و فرمایشات اعلی حضرت که سی سطح کوچیک ده بود، اول روزنامه ها بزرگ نوشته میشه. یکی داره عبور میکنه این روزنامه رو میخونه. پس نه تنها آگاهی های دیگری به مردم داده نمیشه، بلکه همین آگاهی های کاذب هم کمک میکنه به آخوند. همین رو آخوند تو حوزه ها میگه، به جایی که با صدای دیگه ای بشنوید، بگیم نه آقا علی ابن ابی طالب این بوده صداش در مورد زنان. میبینیم اعلیحضرت هم تایید، روشن فکرم تایید میکنه، انقلابی چپیش هم تایید میکنه. اون مرد چی فکر میکنه؟ میگه پس آخونده راست میگه دیگه، وقتی دانشگاهی و سیاستمدار و انقلابی چپیش هم علی و حسین میکنن، خب پس همون آخونده درست میگه. اصولی را که آن حضرت فرموده همواره در مد نظر قرار داده و تبعیت کن. قدم بزرگی در راه خیر و صلاح مردم و ملت ایران برداشتید. باور بفرمایید نه. به قول استاد مشیری، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر نه. اجرای احکام علی ابن ابی طالب به خیر مردم نیست، به صلاح ملت نیست. جامعه کوفه رو شما نگاه بکن. حالا مشکل عمده اینه که افرادی مثل شجاع الدین شفاها هم در کنار اینا بودن.
اما فضای فکری اون زمان، حالا محل بحثمون اینجا نیست، حسین نصرها که رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی بودند و دیگران، اونها هم یه آخوند بودن با همون افکار متحجر، عقب افتاده، ضد فلسفی. یعنی یک ملغمه ای بود واقعا. اون تعبیر آقای دکتر داریوش همایون آش ملی واقعا در اون زمان هم وجود داشت. یعنی جایی که شما نگاه میکنید که فضا هم دست آخونده، هم دست روشن فکر سنتیه، هم نزد فیلسوف متکلمه، هم انسانهای متجدد توش هست. یعنی تکلیفت معلوم نیست چی کار میخوای بکنی. یه آدمی که نگاه متجدد داره، ترکیبش نه فقط در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری هم باید همونطوری باشه. شما فقط نمی تکنوکرات ها رو بیاری که بری کارخونه بسازی، جاده بسازی، پل بسازی، اونا جای خودش. اما سرمایه های فکری در علوم انسانی کیان؟ اونا رو هم باید متناسب این چفت و بست کنی. مگه میشه شما یه اتومبیلی رو بخواد حرکت کنه چهار چرخش چهار تا چرخ مختلف باشه؟ میرزا فتحعلی آخوندزاده قبل از مشروطه اینا رو گفت، گفت شما درشکه رو نمیتونی به چهار تا حیوان متفاوتی که از نظر دویدن هستن ببندی، این درشکه واژگون میشه، سرنگون میشه، چون اسب تون میدوه اما گاو نمیتونه بدو. تعادل به هم میخوره، درشکه واژگون میشه. مشکل توسعه در اون زمان همین بود. ما توسعه در حوزه اقتصادی، حالا پول نفت بود، اندیشه های تکنوکرات ها بود، تا حدودی داشتیم، اما توسعه سیاسی صفر، توسعه اجتماعی بسیار کم. حاصلش همین ترکیب هایی است که میخوام عرض کنم، یک ترکیب نامانوس در نتیجه دچار مشکلات عدید. خب علاقه و خواست من این است، این رو در سال 47 یعنی 10 سال قبل انقلاب، علاقه و خواست من این است که مراکز علمی ما علم و تقوا را توأم کنند با الهام از تعالیم عالیه دینی و سرمشق از حضرت امیر مؤمنان. مراکز علمی ما یعنی دانشگاه، همون جایی که روحانیت اون رو بزرگترین دشمن دین میبینه، چون اونجا کار علمی میشه، کار تحقیقی میشه. شاهنشاه میگه مراکز علمی ما هم باید با سرمشق از این تعالیم علی ابن ابی طالب اداره بشن، بیرون بیان، اون فضا حاکم بشه. هیچ سنخیت اینها با تجدد نداره. رضا شاه حداقل اینو فهمیده بود که تا آخوند عقب نره، تا فضای سکولار ایجاد نشه، تا مراکز علمی ما واقعا به دنبال کارهای علمی باشن، هرچند اونم ایرادات خاص خودش رو در یک زمینه ای داشت، اما اینو فهمیده بود که بابا مگه میشه مراکز علمی رو با علی ابن ابی طالب اداره کرد، با اندیشه های او اداره کرد؟ از جمهوری اسلامی همین کارو کرد، واحد هایی میذاره در درمون نهج البلاغه، قرآن، نمیدونم چیزای فقهی، چیزای شرعی، طرف میره علوم سیاسی بخونه، میبینه نمیدونم رساله علی ابن ابی طالب در مورد مثلا فلان، نامه یه نمیدونم جعفر صادق به فلان. با الهام از تعالیم عالیه دینی و سرمشق از حضرت امیر مؤمنان، نسل های آینده ایران را چنان که باید به شایستگی تربیت کنند تا آنها نیز به نوبه خود به مملکت و ملت و ایدئال‌های بشری و انسانی خدمت نمایند. خب اعلی حضرت، اگه کسی بره با تعالیم علی ابن ابی طالب آموزش ببینه، نمیاد بیرون با اون طرز تفکر که به بقیه مردم به چشم ملت نگاه بکنه، به زنان جامعه چطور نگاه میکنه کسی که با تعالیم علی بزرگ بشه؟ پس از اون شخصی که از اون فضا بیرون آمده توقع خدمت نباید داشته باشی. از بیانات شاهنشاه خطاب به نخست وزیر و وزرای جدید
در مراسم فکر میکنه هیئت دولت معرفی بشه، ایشون میخواد نظر بده در مورد کارهای دولتی. 1353 یعنی 4 سال قبل انقلاب. ببینید تفاوتی میکنه با حرف خامنه ای واقعا، همین خامنه ای که هیئت دولت رو جمع میکنه میگه شما برید اسلام، همین دیدید اخیرا صحبت کرد که برید با هم اتحاد داشته باشید و با دولت پزشکیان و اینها به حکومت و اسلام تبعیت کنید. حالا به اینجا دقت بفرمایید، تمام اینها در زیر یک چتر دینی باید انجام گیرد، یعنی کارهای دولتی که شما میخواید برید انجام بدید و اینا زیر چتر دینی انجام بشه. باید کسانی که از مدرسه بیرون میآیند با دین بیرون بیایند. باور کنید خامنه‌ای هم چه حرفی نمیزن. خدا خطاست، اینا اشتباهه، اینا رو میگیم که آینده دچار این خطاها نشیم. 50 سال داریم تاوان میدیم، 40 سال داریم تاوان میدیم، چون ذهنیت جامعه رفت به سمتی که یه کارگر، یه بچه محصل از روستا میامد دینی میشون، کتاب های درسی رو میخوان، آخوندها رادیو تلویزیون داشتن، منبر داشتن، چیزهای دیگه هم داشتن. البته دین حقیقی اسلام، همون چیزی که الان ما میخونیم برای شما، نه مارکسیسم اسلامی. یعنی میگه این مارکسیست ها و اینا، اینا رو گوش ندید، حقیقی اسلام. خب این حقیقی الان اصلا کیه؟ همون آیت الله بروجردی، همون خوند اونجاست. یعنی میگه گرایش های دیگه دینی رو نگاه نکنید، خب دین حقیقی اسلام. خب حقیقت اسلام رو اون بچه از کجا پیدا میکرد؟ از تعالی و مطهری. ما که پیرو دین مقدس اسلام هستیم باید برای رسیدن به کمال مطلوب خود و بسط عدالت اجتماعی جدیت کنیم که اصول و موازین مقدسه دین حضرت خاتم النبیین کاملا رعایت و اجرا گرد. آیا دین خاتم النبیین عدالت اجتماعی میاره؟ در دین خاتم النبیین بین زن و مرد عدالت وجود داره؟ زن که نصف مرده، تازه اونم علی بن ابی طالب، شما نگاه بکنید. در دین خاتم النبیین بین مسلمان و غیر مسلمان عدالت وجود داره؟ یعنی ما میخوایم عدالت اجتماعی داشته باشیم اما آدرس و نسخه‌ای که دست ما دادن غلطه، با این بیمار شفا پیدا نمیکنه، میمیره. که میگه ما نمیفهمیم داریم چی میگیم خیلی مهمه، عواقبش رو نمیفهمیم خیلی مهمه. عرض کردم اون ناسیونالیسمی که بعضیا تعریف میکنن عواقبش خشونته، تفرقه است. به دنبال عدالت اجتماعی هستید، نگاه بکنید این اجتماع متنوع و متکثره، چی میتونیم بیاریم که همه با هم متحد باشن، همه خودشون رو در اون ببینن. الان در جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی وجود داره؟ خیر. چرا؟ چون تعالیم اسلامی اونجا حاکم، مردها بالاتر از زنها، شیعیان بالاتر از اهل سنت، مسلمونا بالاتر از کفار و مشرکین و دیگران. خب این که عدالت اجتماعی نشد. و چیزهایی که متاسفانه در این فضای فکری متناقض شما میبینید کار دستمون داده. بکنیم چند پاراگراف رو سریعتر جلو بریم. در سال 32 سرلوحه اصلاحات اجتماعی ما ترویج شعائر دین مبین اسلام و تحکیم مبانی مذهبی است. باز هم صحبت از اصلاحات اجتماعی است که هیچ گونه ربطی به تعالیم اسلامی نداره. لازم است که شعائر دین مبین اسلام که در راه ترقی و سعادت یگان راه و حافظ ماست پیوسته مد نظر باشد. آیا واقعا دین مبین اسلام موجب ترقیه اعلی حضرت؟ باید تمامی مردم را، این در سال 35 22 اردیبهشت،
باید تمامی مردم را به رعایت و تبعیت از کلیه اصول و احکام دین مبین اسلام وادار کرد. زیرا کسانی که به مملکت و حیثیت و شرافت ملی خود علاقه دارند همیشه احکام قرآن را نصف العین قرار می دهند. سال 45. میل قلبی من است که اصول عالیه اسلامی و مفاهیم حقیقی شرع مطهر روز به روز در جامعه ایرانی راسختر شود، یعنی کاملا بر علیه و بر خلاف سکولاریسم، یعنی جایی که سکولاریسم میگه دین باید روز به روز از عرصه های عمومی کنار بره، اعلی حضرت میگه نه خیر، میل قلبی من اینه که دین اسلام هر روز در جامعه راسختر بشه، رسوخ پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه. خیلی عجیبه، یعنی من سلیمانی وقتی سکولاریسم میخوام باید راهش رو پیدا بکنم، طرحش رو پیدا بکنم، بدونم دین مزاحمه، باید اون عقب ببرم. اما میل قلبی ایشون همون میل قلبی است که آخوندا دارن دیگه، اونا هم دوست دارن اسلام راسختر در تمام جنبه های زندگی ما باشه. خب در سال 52، 5 سال قبل از انقلاب، مربوط دوران جوانی و کودکی اعلیحضرت هم نیست دوستان، منطق حکم میکنه که برای هر مسئله ای راه حل ایرانی پیدا کنیم. بسیار هرچند راه حل اصلا ایرانی و غیر ایرانی نداره، اگر مشکل آب داریم، اگر مشکل کشاورزی داریم، یک راه حل ژاپنی وجود داره، باید اونو به کار بگیریم. اگر یک مشکل پزشکی رو داریم، فرض بیماری آمد ما درگیرشیم، اگر آلمانی ها راه حل میدن باید اونو به کار بگیریم. این تفکری که راه حل ایرانی داریم اصلا منطق نداره. راه حل ایرانی یعنی چی؟ یعنی اون تفکری است که مسلمان ها دارن، راه حل اسلامی. راه حل حاصل اندیشه بشره. ما نگاه میکنیم آلمانی ها چطور این مشکل آب رو حل کردن، ما نگاه میکنیم که دیگران چطور مشکل آلودگی هوای تهران رو حل کردن، بعد بهمون رو به کار میگیم. راه حل یعنی فکر، یعنی عمل، محدود به سرزمین هم نیست، بیشتر سیاست پوپولیستی است دیگه، یکم چیه حرف مثل ایرانی خب اشکال نداره. راه حل ایرانی چطوره مثلا به من بگی؟ اگر دیدیم در کشوری این کاری جواب میده، اونها رو باید اجرا میکنه. خب منطق حکم میکنه که برای هر مسئله ای راه حل ایرانی پیدا کن. حالا این بحث غیر منطقیشو میپذیم، خواهم ببینیم ایرانی بودن از منظر اعلیحضرت چی؟ و این راه حل ایرانی ما اساس و بنیادش بر اصول دین مبین اسلام متکی است. دقیقا این پیوند ایران و اسلام کاری بود که آخوندها انجام دادن. اصلا دیدید مطهری کتاب داره، خدمات ایران و اسلام، یعنی این دوتا کنار هم نشستن و هم یه خدمت کردن، خیلی خوب هم دیگر رو ساختن، در حالی که در بسیاری از جنبه ها دوتا فرهنگ متضاد بودن، دوتا فرهنگ مختلف بود. هرچند زمانی که در هم ادغام شدن خیلی چیزها رو از هم وام گرفتن. بله امروز خیلی ها برمی کردن یک دوگانه کاذب می سازن که این اسلام ما رو بدبخت کرد، همه در دام آخوند افتادن، چرا چپی ها رفتن زیر عبای آخوند. وایز من اعلیحضرت شما که زیر عبای آخونده، یعنی همین حرفی که بازرگان می زد، بازرگان حرفش همین گفت سیاست دینی بکنی، اسلامی بکنی. مگه بازرگان چی حرفش چی بود؟ اینا فکر میکردن در اسلام و آخوند یه چیز خوب وجود داره، با اسلام ما به جای خوب میرسیم. الان اصلا همین فکر میکنه، میگه راه حل ایرانی میخوایم، منتها راه حل ایرانی ما ایرانی نیستش که، برگرفته از اصول اسلامی است. خب جنبه های دیگری هم هست که من اینا رو دیگه ازش میگذرم، فقط برمیگردم به یک بحث پایانی و آن اینکه
در مورد بازسازی مرقد علی هست که این آخرین بحث میکنم، که در سال 1370 هجری قمری پادشاه سابق ایران خوب خدماتی کرد به اون در واقع مرقد و صحن علی، داره اشاره میکنه بهش. این امر توسط هنرمند ایرانی آقای حسین کیانفر انجام پذیرفت و مرحوم صادق سرمد از لسان و قلب اعلی حضرت همایونی دو بیت پرداخته که تحریر گشته. یعنی آقای سرمد از قول علی ابن شاهنشاه سابق دو تا بیت برای علی تقدیم کرد. حالا این بیت چیه؟ بنده درگاه علوی محمد رضا پهلوی. شاه عباس هم همین کارا رو میکرد. نامه که مینوش زیرش مینوش کلب آستان علی عباس، بنده درگاه علوی محمد رضا پهلوی. هدف از خواندن اینها چیست دوستان؟ چرا ما اینا رو میخوایم بخونیم؟ تاریخ برای اینکه اون خطاها رو در آینده مرتکب نشیم. یک بار تکلیف خودمون رو با خودمون معلوم کنیم. اگر به دنبال ترقیم، دنبال پیشرفتیم، دنبال سعادتیم، باید بر راه درست قرار بگیریم، بر جاده درست قرار بگیریم. در این سرزمین اشتباهات زیادی انجام شده که وضع ما اینه. یک گروه و یک نفر هم مقصر نیستن، از چپی و راستی و بالایی و پایینی همه مقصرن که وضع ما اینه. باید نگاهمون رو عوض کنیم، باید نگاهمون رو به جلو باشه، وگرنه با برخی از اندیشه های غلط نمیشه زندگی خوب ساخت، نمیشه سعادت آورد، نمیشه فضیلت آورد. اینا هدفی است که من میخوام عرض کنم. اگر ما پزشکیان نام ها رو میبینیم و تأسف میخوریم، باید نگاه بکنیم خودمون تو اون دام نیفتیم و نباشیم. من سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. هفته آینده دوباره برنامه علی رو از همون جایی که در مورد عدالت علی هست آغاز میکنیم. امیدوارم این بحث ها بتونه کمک بکنه به یک دید روشنتر نسبت به پدیده های مشروعیت بخشی که علل خصوص از حوزه دین بیرون میاد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.